دولت آمریکا میگه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قراره برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر کنه و درباره ارسال اسلحه و مهمات به مسکو برای جنگ اوکراین گفتگو کنه. به گزارش نیویورک تایمز این دیدار قراره همین ماه در شرق روسیه انجام بشه. بنا به این گزارش خواسته پوتین از رهبر کره شمالی مهمات توپخانه و موشک ضد تانک و کیم جونگ هم میخواد کشورش به فناوری پیشرفته روسیه برای ماهواره و زیردریایی هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. از نظر بعضی ناظران این دیدار به دلیل خودداری چین از ارسال مستقیم سلاح به روسیه است. اون چه ما مشاهده میکنیم و به نظر من بسیار هم جالبه اینه که روسیه چیزی رو که از چین میخواست دریافت نکرده. همینطور میدونیم که مهمات کره شمالی کیفیت بالایی ندارن. پیونگیانگ قبلا هم وعده این مهمات رو داده بود، اما در عمل مقدار کمی از اون به خط مقدم و به دست نیروهای روسیه رسیده. بنابراین روشنه که روسیه با کمبود مهمات روبروئه و مجبور شده سراغ کره شمالی بره. تعداد کشورهایی که روسیه بتونه برای اینو مهمات به اونها مراجعه کنه بسیار کمن. دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه با ماست. آقای گوریز، به نظرتون واقعا هیچ معنای جدی داره این دیدار، یا کره شمالی اینجا داره در نقش یک پروکسی یا میانجی بین توافقی برای چین و روسیه بازی میکنه؟ درود بر شما بینندگان عزیز. ببینید، روسیه واقعا مشکل داره. روزی 50,000 گلوله توپ استفاده میکنه از آغاز این جنگ تقریبا و به آخر خط رسیده از این جهت، و واقعا نیاز داره برای اینکه این جنگ رو ادامه بده از حداقل کره شمالی مهمات بگیره، چون چین حاضر نیست خیلی زیاد به روسیه مهمات بده، از جمهوری اسلامی پهپادهای برای حمله به اوکراین بگیره و از این طریق این جنگ رو ادامه بده تا اینکه در یک آینده نامعلومی شاید به یک نوع توافقی برسن. خاطرتون هم باشه که پیونگیانگ اولین کشوری بود که، و شاید هم تنها کشوری باشه هنوز، که تصرف یا میشه بگیم جنگ روسیه رو به نفع روسیه، بخش شرقی اوکراین رو بخشی از کشور روسیه قلمداد کرد و به رسمیت شناخت و از این جهت روابط خیلی نزدیک شده. ولی همونطور که در شاید صحبت شما هم بود اگه من اشتباه نکنم، چیزی که کیم از پوتین میخواد خیلی جالبه و اون هم فناوری زیردریایی هسته‌ایه. تصور بکنید یه اتفاق بیفته و اون وقت معادلات برای چین هم تغییر خواهد کرد. به این معنا هستش که ولی واقع بینانه چنین کاری میکنه آقای گوریز به نظر تو مسکو؟ مسکو خب مشکل خیلی جدی داره و اینکه واقعا این کار رو انجام بده یا نه، ما در مورد جمهوری اسلامی دیدیم که فعلا هنوز سوخوی 35 رو تحویل نداده، ولی خب جنگنده خیلی دست چندمتر رو به هر حال تحویل داده به جمهوری اسلامی. مسکو خب تفاوت بین یک جنگنده مثل سوخو با زیردریایی هسته‌ای خب خیلی جدی هست. این تعداد کشورهایی که توانایی داشتن زیردریایی هسته‌ای دارن در دنیا انگشت شماره. آیا به نظرتون روسیه حاضر هست چنین فناوری رو به کره شمالی بده؟ میدونی اینا پروسه است دیگه، اینجوری نیستش که قضیه با یک بار انتقال از طریق قطار به سمت کره شمالی قضیه حل شه، بلکه در یک پروسه است و در این پروسه ممکنه که روسیه واقعا شرکت بکنه اگر در این میان نتونه به اندازه کافی مهمات بگیره و حتی کمک لازم رو از چین هم نگیره، و این برای چین بسیار نگران کننده است. از طرف دیگه ما با صحنه مواجهیم که به نظر من در عمل یک نوع لیگ رو داره به وجود میاد که در اون چین از یک طرف، کشورهای منطقه‌ای مثل ایران، بلاروس از طرف دیگه، همون کره شمالی، روسیه از طرف دیگه، و تبهکارانی که به هر حال کار قاچاق میکنن، چه قاچاق نفت، چون میدونید کره شمالی بدون نفت نمیتونه زنده باشه و نمیتونه همین مهمات رو هم درست بکنه یا نیروهای نظامی خودش رو در عمل گرم نگه بداره به اندازه کافی. از این جهت اینها در حال این هستن که بتونن این نظم بین المللی رو که هنوز هم طبق اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم هست و امریکا و نقش دلار به عنوان اون رابط اقتصادی، بتونن این رو تا حدودی ضعیف‌تر بکنن و نوعی آلترناتیو برای اون قرار بدن. همین نشست بریکس که ایران هم به اون اضافه شد بخشی از همین پروژه هست. به تعبیر دیگه بخوام اینجوری بگم، یک تیغ دو لبه است. یعنی برای مسئله کره شمالی برای چین هم میتونه یک فرصت باشه برای تضعیف نقش امریکا، نقش غرب، نقش نزدیکی اینو کشورها با هم، هم میتونه واقعا یک مشکل جدی به وجود بیاره اگر
روسیه و کره شمالی وارد روابطی بشن که از نظر استراتژیک مثلا این فناوری زیردریایی هسته‌ای بتونه در یک آینده نه چندان دوری اون وقت چین رو به خطر بندازه. اون وقت معادله تغییر خواهد کرد. از این جهتی که هم شما بهش میپردازید و هم خیلی از رسانه‌های بین‌المللی به این موضوع پرداختن، اهمیتش به اینجا برمیگرده. چقدر فکر می‌کنید که اقدامات این چنینی، چون الان خود روسیه هم بالاخره در یک انزوای نسبی وجود داره، به ایران اشاره کردید، ورودش مثلا به توافق بریکس یا همین الان این دیداری که قراره با رهبر کره شمالی داشته باشه رئیس جمهوری روسیه، چقدر این میتونه فشار بیاره بر آمریکا که اون کشورهای ضعیفتری رو که به شکلی منزوی کرده مثل کره شمالی، مثل جمهوری اسلامی، یک راه گریزی پیدا کنن به واسطه همراهی های مسکو؟ ببین، در دو ساعتی، یک ساعتش در سطح افکار عمومیه و مسئله اقتصاد که خب به هر حال دنیا با یک بحران مواجه است، چه از نظر تورم هایی که ما در اروپا و امریکا مواجه هستیم، و یک طرف دیگرش هم مسئله واقعیت قدرت اقتصادی امریکاست و چیزی که به عنوان در تهران به عنوان افول امریکا مطرح میکنن. ولی آیا این واقعیه؟ این سوال شما اینجاست. به نظر میاد که چین الان مشکلات جدیتری داره از نظر اقتصادی، از نظر پیشرفت، از نظر تولید ناخالص ملی، از نظر اینکه بتونه قدرت خودش رو، به خصوص آقای شی که میدونید آینده میراث سیاسی و اقتصادی خودش رو به این پروژه بزرگ کمربند و راه متصل کرده که این پروژه در اصل یک پروژه اقتصادی تکنولوژیکه. خب در این موضوع به نظر میرسه که چین با مشکلات جدی مواجه هست و از این جهت من فکر نمی‌کنم به این راحتی بتونن این نوع کشورها با این نوع همکاری‌ها از طریق جنگ اوکراین که روسیه راه انداخته غرب رو با جدیت به چالش بکشن و در دراز مدت موفق بشن. چین با هر چی ما میگذاریم آقای فرزاد، من فکر میکنم که با یک نوع دوراهی مواجه میشه، یک نوع دوراهی و چالشی که باید انتخاب بکنه. آیا هنوز به این نظم بین الملل، قدرت دلار، میدونید به هر حال نوعی از رقابت بدون مقابله با امریکا و غرب، به خصوص اروپا و همچنین امریکا، آیا به این ادامه خواهد داد یا اینکه نه، واقعا وارد یک نوع مقابله میشه و به دنبال این هست که این دو قطبی رو خیلی جدیتر حتی از نظر نظامی استفاده بکنه. من فکر می‌کنم از این جهت باید آینده رو دید و ببینیم که این روند به چه سمت و سویی میره. به هر حال برای غرب خیلی مهمه که این سیستم سر کار بمونه و این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم بتونه آینده دنیا رو در عمل با بیشتری صلح و نزدیکی و روابط دوستانه تر ادامه بده، تا اینکه نوعی از تقابلی که میتونه اون وقت انسانیت رو به خطر بندازه. ممنونم از شما. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه.